بعد با توجه به تغییر و تحولی که تو فوتبال خاورمیانه به خصوص در عربستان انجام شده، شما شرایط فوتبال آسیا رو روبروش میدونید؟ امارات چه کارهایی داره انجام میده تو این سطح؟ طبیعتاً هیچ کس نمیدونه فوتبال به کجا میره، سر از کجا در میره، اقتصادیه، سرمایه گذاریه، سیاسته، ولی به هر حال اون چیزی که میتونید لمسش کنید اقتصادی خیلی الان مهمه. چون الان مثلا فرض بکنید که لیگ عربستان با خرید بازیکن‌های بزرگ یا لیگ قطر یا لیگ امارات طوری شده که همونطوری که لیگ انگلستان و جزیره رو نشون میدن، لیگ پرتغال رو نشون میدن، الان دارن لیگ عربستان رو نشون میدن. همچنان بود و وسعت بزرگتر و بود جهانی پیدا میکنه. دیگه ما اگه بگید که فوتبال چی داره، من میگم دو تا فاکتور بزرگ داره. یکی غیرت و تأثیر بازیکنان و همیت بازیکنان، یکی تماشاگر که الان متأسفانه همون تماشاگرش هم نداریم. یک روزی بالاخره این سرمایه گذاری و این اهمیت دادن به فوتبال که از مدرسه به آکادمی بخواد شما بگیرید تأثیر میذاره تو لیگ هر کشوری و طبیعتاً این لیگ کشورهای منطقه تأثیر گذاره و خب میتونه مشکلات رو در آینده به تیم ملی مملکت ما وجود بیاره. بعد الان بحثی که تو ایران خیلی مورد انتقاد اهالی رسانه و کارشناسا قرار گرفته، عنوان میکنن که مثلا عربستان داره همچین هزینه میکنه اما تو فوتبال ما سقف بودجه گذاشتن، یعنی باشگاه حق ندارن بیشتر از یه مقداری هزینه بکنن. این مسائل آیا مثلا حرفه‌ای هست از دیدگاه شما؟ فوتبال ما کجاش منطقی و عقلانیه که شما به این نقطه اشاره میکنید؟ یعنی برنامه ریزی تشکیلاتی ما داریم، آینده نگر هستیم، برنامه استراتژی کوتاه مدت و طویل مدت داریم، چیزی ما نداریم به نام یک ساختمون زدن فدراسیون فوتبال. ما تشکیلاتی نداریم، کاری نمیتونیم بکنیم. الان نگاه کنیم لیگمون بدون تماشاگر هفته اول شروع شده. خب این لیگ بدون تماشاگر در کجای دنیا سراغ دارید؟ چند کشور سراغ دارید که لیگش باشه تماشاگر نداشته؟ خب از نظر اقتصادی هم ضرر میزنه. برنامه ریزی مفید برای آینده هیچ موقع در نظر نگرفتید. با این همه استعدادی که ما در فوتبال داریم باشگاه هم متضرر، همه ضرر میکنن. خدا نمیدونم عاقبت این فوتبال ما به کجا خواهد رفت، ولی فوتبال ما در ببخشید اشاره داشته باشم، در زمانی که من افتخار اینو داشتم که مربیگری تیم ملی داشته باشم، خب ما طبیعتا رئیسمون رئیس فدراسیون آسیا بود، حرف اول آسیا رو میزدیم در فوتبال، قدرت اول بودیم. الان هم روی پیپر کاغذی آره حرف اول میزنیم، ولی در آینده همچین قدرت و مقام خیلی مشکل ما حفظش کنیم. بالاخره تو شما نمیتونید اقتصاد پول رو فراموش کنید در فوتبال. در امارات، قطر، عربستان این سرمایه گذاری آره به شرق آسیا ما کار نداره، به غرب آسیا نگاه کنید سرمایه گذاری زیادی دارن میکنن که ایران فاقد اون سرمایه بزنید.